بنامخدا، سلام بر شما. به برنامه سار خوش آمدید. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان میگوید که اختلاف اعضای شورای امنیت باعث شده سازمان ملل در افغانستان، غزه و کشورهای دیگر ناکام شود. این مقام پیشین بریتانیا به این باور است که سازمان ملل بدون حمایت قدرت‌های جهان کاری انجام دادن نمیتواند. آقای نیکلاسکی از سال 2017 تا 2019 سفیر بریتانیا در کابل بود و قبل از آن هم به عنوان نماینده ملکی ناتو در افغانستان کار میکرد. در این مورد با مهمانانم آقای امین الله احساس، استاد پوهنتون اینجا در استودیو، آقای عبدالصمد صمدی، آگاه رابطه بین الملل از لندن، آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل همچنان از لندن، روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان را به بحث خوش آمدید میگم. آقای مفید، اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم. صحبت های آقای نیکلاسکی در مورد سازمان ملل بیانگر چی است؟ اجازه بدید من نخست درودای بسیار پرمهر و سلام های گرم خود حضور شما بینندگان گران ارج و مهمانان عالی قدرتان از جرفای دل خود تقدیم کنم. درود بس. شما توجه کنین، اگر ما به پیشینگی یا سابقه ایجاد قطب های مختلف نظامی و سیاسی در جهان به یک نگاه کوتاه بندازیم، میبینیم که بعد از جنگ دوم جهانی که دو قطب بود، متفقین و متحدین، و در اون متحدین کشورهای اتحاد شوروی جمع امریکا علیه نازیسم هیتلری جنگیدند، و بعد از او که ملل متحد ایجاد شد، شما شاهد قطبهای مختلف نظامی هستین. پیمان وارشاو که در اوج در اثر اتحاد شوروی و مسکو قرار داشت، پیمان ناتو که امریکا و ایالات متحده و کشورهای اروپایی بودند، پیمان سنتو که به نام پیمان بغداد هم یاد میکردن، و پیمان سیتو که در جنوب آسیا ایجاد شده بود. پاکستان هم جز کشورهای سیتو بود. شما نتایج از این میبینید که در جنگ بعد از جنگ دوم جهانی، در جنگ سرد، این پیمان های نظامی در اقالت محدود به هم بودن و یکدیگر را تهدید میکردن و تهدید نمیکردن. به هم حال موجب شده بود تا جهان در اقالت دو قطبی مناسب بر اوضاع سیاسی بر بگرده، چنانی که در دهه 70 در جنگ که بین پاکستان و هندوستان شد، بهیری نمبر 7 امریکا از دیگورتیا حرکت کرد تا به نفع پاکستان در جنگ بین هندوستان و پاکستان سهم بگیره. به یک اعلامی کوچک تاس اعلام میکنه که اگر این بحیره نبرفت به چند درجه و چند ثانیه رسید، مسئولیتش به دوش امریکاست، و بحیره نبرفت امریکا از جنگ در دخالت در جنگ پاکستان هندوستان جلوگیری کرد. خب به هر حال در دهه 70 80 وقتی که میرسیم در دهه 90، پیمان سنتو و سیاتو به هم به اصطلاح انحلال شدن، و در بعدتر از او در دهه 90 ما شاهد بسلا از بین رفتن پیمان وارشاو هم هستیم، گرچه پیمان ساتک سات دور بین بریتن و ریگن امضا شد و در وجه تعهد شده بود که پیمان های نظامی باید گسترش نیافند و کلاک های اتمی از اروپا جمع آوری شود، ولی بدبختانه ما شاهد از هستیم که پیمان ناتو گسترش یافت، یعنی در اروپای شرقی رفت، کشورهای مثل پولند و حتی کشورهای لاتون استونی امسال از اونها جز پیمان ناتو شدند، و حتی احتمال از این با تا اوکراین هم رسید که رویداد اوکراین تمام قضایای جهان زیر گرفت. اظهارات از اینا در مورد از این که چند خطبی ملل متحد به ویژه شورای امنیت ملل متحد، باید خاطر نشان بسازم که شورای امنیت ملل متحد 5 عضو دائمی دارن که شامل روسیه، چین، امریکا، فرانسه و انگلستان است. دو قطب از این که دو کشور بزرگ روسیه و چین هستن که از لحاظ اقتصادی هم شما شاهد هستین که در این اواخر دو پیمان بزرگ شانگهای و زاکس ساختن، و این پیمان هم نظامی است هم اقتصادی است. حال ایجاد شده که دوباره جهان به طرف دو قطبی شدن بره. از نظر من دو قطبی شدن به خاطر حمایت از کشورهای فقیر و غریب و بیچاره یک امر حتمی است. و هم آمدیم سر موضوع خاص ویژه اظهار نظر وزیر خارجه سابق انگلستان در مورد مسائل ملل متحد. او آدم اظهار داشته که دو قطبی شدن موجب شده تا جهان دید واحد نداشته باشه. از نظر من دید واحد در مورد اوضاع افغانستان از جانب شورای امنیت ملل متحد و خود شورای ملل متحد تقریبا وجود داره. شما شاهد هستین که چند طرح اساسی که از جانب ملل متحد و از جانب سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان اظهار شده هنوز هم در جایش است. یعنی تمام کشورهای عضو به اصطلاح شورای ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد در یک مسئله که در افغانستان در گام نخست حکومت همشمول فراگیر جاش توافق دارن، قانونی شدن کشورها توافق دارن، رفتن بانوان و کدبانوان به کار و دوشیزگان به مکتب، مکتب نه مدرسه،
همشان توافق نظر دارند. مسئله ایجاد قانونیت در کشور، ایجاد قانون اساسی در کشور، مسئله ایجاد پارلمان، آزادی احزاب و و و و مسائل است که تقریبا چیز همه این مسائل که من خدمت شما کوتاه عرض کردم، چون وقت برنامه شما زیاد من نگیرم، دو سال دیگه هم صحبت کنن. چه چیز اینا اختلاف نظر داره آقای مفید؟ اگر میشه را بیان بکنین. زمانی که بحث افغانستان و بحث غزه مطرح میشه، آقای نیکلاسکی با واضح میگه که اختلاف نظرهای اعضای شورای امنیت سازمان ملل باعث میشه که سازمان در مأموریت خودش در قبال افغانستان و غزه ناکام بمانه. پس اختلاف نظرها روی کدام موارد؟ بسیار خوب، حالا من نمیسر اختلاف نظرها به طور قطع، اختلاف نظر در مورد غزه و اسرائیل بسیار شدید وجود داره. موزیگیری یک طرفی ایالات متحده امریکا به نفع اسرائیل و نقض و به اصطلاح نفی تمام اعلامیه ها را که علیه اسرائیل بودن و توقف جنگ امریکا را متاسفانه ویتو کرد، در اینجا کاملا حق به جانب است. اما در مورد افغانستان، خب در مورد افغانستان اختلاف نظر بسیار کوچک وجود داره. برخواه تعامل با طالبان، مثلا چین تعامل با طالبان لازم پنداشت و نه مناسبات سیاسی بلکه با اساس یک تعامل سیاسی سفیر افغانستان در چین پذیرفت، در حالی که مثلا در مورد روسیه در باره افغانستان با دیدگاه دو بودی وجود داره. وزارت خارجهش و سفیرش کابلوف دیدگاه مختلف دارن در مورد افغانستان. البته این مسئله را شاید باعث یک اختلاف نظر مطرح کرده باشه، در حالی که ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان در برخی مطالبی که میخواستم خدمت شما عرض کنم با روسیه، با چین، با تمام کشورها هم نظر وجود داره. چین موجگیری در افغانستان روی منافع خود کشور میچرخه، که این هم اختلاف نظر است در مورد افغانستان بیان چین و امریکا و روسیه هم وجود داره. و مثلا خود انگلستان تقریبا دیدگاه چند بودی داره. اگه یادتون باشه چند وقت پیش توماس هالیوود مسئول بخش رابط خارجی مجلس عوام در مورد طالبان یک اظهار نظر مثبت کرده بود که بعدا معذرت خواهی کرد. یعنی در انگلستان و در کشور مثلا فرانسه یک بود یک دیدگاه داره. بسلا تلاش جدی فرانسه برای است که در افغانستان یک حکومت فراگیر ایجاد شود، احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شود، بانوان کتبان به مکتب برند. در این فرانسه موضع‌گیری مشخص داره، یعنی مثل دیگران دو بودی نداره. اما در ایالات متحده امریکا میبینیم که سخنگوی وزارت خارجه یک دیدگاه داره، وزارت خارجه دیگه دیدگاه داره، ساختارهای امنیتیش دیگه دیدگاه داره. این دیدگاه ها در مجموع موجب شده که راست دقیقا که به توافق نظر نرسند. اما در مورد مسائل کلی مربوط به افغانستان، ما پیشتر خدمت شما فهرست کردمش، توافق نظر شورای امنیت ملل متحد و ملل متحد وجود داره. موضع‌گیری طالبان، تنها طالبان هستند که تمام توافقنامه ها را، تمام خواسته ها را، تمام آرزوها را، حتی تمام راههای را که به منظور بهبود افغانستان است به اصطلاح نادیده گرفت. تشکر مفید صاحب. صمدی صاحب شما را هم خوش آمدید میگم. در مورد سازمان ملل دو دیدگاه وجود داره، یک که سازمان ملل در نقش اقتصادی خود در قبال افغانستان تونسته موفقانه عمل شده، 740 میلیونی ها کم و بیش که در افغانستان میه او به خاطر ثبات اقتصاد افغانستان به مصرف میرسه، ولی باورهای سیاسی به این است که سازمان ملل در مورد بحثای سیاسی یا در مسئولیتهای سیاسیش در قبال افغانستان و در قبال غزه ناکام بوده و دلیلش هم ایست که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان و در مورد غزه اختلاف نظر داره و این باعث شده که مأموریت سازمان ملل در افغانستان و در غزه ناکام شود. ما میخوایم دلیل از این را بدانم، چرا سازمان ملل در مورد افغانستان و در مورد غزه اختلاف نظر داره و سازمان ملل هم نمیتونه که در مورد افغانستان میانجیگری بکنه و مسئولیت های سیاسی خود را ادا بکنه؟ عرض ادب و سلام به شما و به مهمان های عزیز و بیننده های محترم. خب چنان که دوست عزیز ما هم تحلیل خود را گفتن که سازمان ملل متحد خاصتا شورای امنیت سازمان ملل در زمینه بعض اجراءات که در افغانستان صورت باید بگیره همه موافق هستند، از نگاه دیپلماسی و ولی از نگاه سیاسی و جیوپولیتیک هر کشور در مورد افغانستان نظریات و پالیسی های درونی کشور خود در افغانستان و در غزه به عمل قرار میتن. ما یک
تبصره کوتاه می کنم در مورد چرا در غزه یا در اسرائیل، چرا امریکا از اسرائیل به این شکل پشتیبانی میکنه و نمی ماند مخالفت میکنه با تمام قطعنامه هایی که به خاطر قطع آتش بس و باید شود صورت بگیره. این است که ناکامی اسرائیل در منطقه ناکامی قدرت امریکا در منطقه می باشه و امریکا حراس داره که با هر نوع ضربه نظامی که به اسرائیل صورت بگیره اما قدرت خود در منطقه از دست میده. ما و شما میدانیم که اسرائیل یک ژاندارم در منطقه علیه عرب و علیه ایران استفاده میشد و میشود. به او دلیل امریکا نمیخواهد که به هیچ صورت اسرائیل را در منطقه از دست بده. عین سخن ما و شما فعلا در مورد افغانستان داریم. هنگامی که جنگ در اوکراین آغاز گردید، در دوحه تصمیم به می گرفت ایالات متحده امریکا که قدرت را باید به طالبان بدن تا افغانستان زیر سلطه طالبان یک دست بمانه و اونا مصروف جنگ و کمک ها به اوکراین علیه روسیه شدند. حالا که تقریبا موضوع اوکراین یک طرفه شده و در غزه هم جنگ حال داره کلانتر میشه، پای یمن شامل شده و لبنان و افغانستان هم یکی از کشورهایی است که از نگاه سیاسی جیوپولیتیک با کشورهای ابرقدرت جایگاه خاصی را دارد. به خاطر از این که اگر شما توجه کنین همسایه های ما مانند ایران، چین و کشورهای سابق اتحاد شوروی کسایی هستند که از کشورهای مخالف ایالات متحده امریکا و متحدین غربی از اونا در منطقه می باشند. بناهن از دست دادن افغانستان برای امریکا و متحدین غربیش یک فاجعه خواهد بود و همچنان روسیه، چین و ایران هم آرزوی زیر ندارن که دوباره امریکا به افغانستان نفوذ داشته باشه و از طریق خاک افغانستان یک جنگ نیابتی را علیه این کشورهای همسایه که من نامهایشان را ذکر کردم پیش ببرن. به می دلیل است که در بعض نقاط که مثلا حقوق زن یا که حکومت مشترک باید دو تمام اقشار افغانستان سهم داشته باشه، اینا هم نظر هستند، اما از نگاه سیاسی جیوپولیتیک هر کشور به اساس اما منافع خود در منطقه عمل میکنند. تشکر آقای صمدی، سپاسگزار. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. احساس صاحب شما هم خوش آمدید میگم با برنامه. سازمان ملل، اگر بیایم یک بار نشست هایی که در سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار شد و نشست هایی که شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار کرد، ما هفته گذشته شاهد یک نشست بودیم در مورد افغانستان، ولی میبینیم که همین نشست ها بیفایده است در مورد افغانستان و اخیراً فرد ملکی ناتو در افغانستان که در سال 2014 و 2013 در افغانستان کار میکرد، آقای نیکلاسکی که بعدا در سال 2017 سفیر شد از طرف بریتانیا به افغانستان، اونا اظهار نظر کردند که اختلاف ها باعث میشه که سازمان ملل در قبال افغانستان نقش سیاسی بازی کردن نتانه. ما میخوایم بدانیم که سازمان ملل چرا در وضعیت کنونی نمیتونه که تصمیم درست و تصمیم واقع بینانه در مورد افغانستان داشته باشه و همچنان در مورد غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاست در نوم المنو و هم دارنگادی تلویزیون در نوم دون کده. دی دوهم نړیوال جګړې وروسته کله چې د امریکا په ابتکار باندې د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو او د هغې نه وروسته د امنیت شورا جوړه شوه او سړه جګړه روانه وه، او د سړې جګړې نه وروسته په 1991 کال کې
دغه جهان یو قطب تروانه وای یا یو قطب یا یو هژمونی قدرت چې امریکا و اوربانه حاکمه و او په دغه دوران کې خصوصا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر 2020 کال پورې د ملګرو ملتونو سازمان او د امنیت شورا نړیوال لیدلوری یو څه و، یعنی هغه لیدلوری چې امریکا درلود د افغانستان او د ټولې نړۍ د قضایاو په اړه، هماغه لیدلوری د ملګرو ملتونو سازمان او د امنیت شورا هم درلود. دا د دې لامل و چې د نړۍ پیښې، د نړۍ سیاسي وقایع په اړه د ټولو هیوادونو خصوصا د زبرځواکو هیوادونو نظر یو وي. مګر د 2020 کال کله چې امریکا له افغانستان څخه وځي، دا د عطف نقطه ده، یا د 2020 کال د عطف د کال په نامه باندې یادیږي، چې دغه نړیوال سیاسي روابط، هژمونیک قدرتونه، د هژمونیک قدرتونو ترمنځ روابط دغه ټول تغییر کړل یا بدل کړل. اوس د مختلفو قضایاو په اړه د نړیوالو قدرتونو، د زبرځواکو هیوادونو، د هژمونیکو قدرتونو لیدلوری او نظر بیل بیل دی. د افغانستان په اړه امریکا چې کوم نظر لري، هغه نظر چین او روسیه نه لري. د غزې په اړه چې امریکا کوم نظر لري، هغه روسیه، هغه چین، حتی بریتانیا او فرانسې نه لري. یعنی په مجموع کې موږ ویلی شو چې د نړۍ د سیاسي قضایاو په اړه د زبرځواکو هیوادونو یا هژمونیکو قدرتونو ترمنځ لیدلوری تغییر شوی دی. له همدې امله موږ د افغانستان په اړه، د غزې په اړه او د نړۍ د ځینو نورو قضایاو په اړه واحد لیدلوری نه لرو. له همدې امله د امنیت په شورا کې خصوصا د غزې په اړه یو توافق ته نشي رسیدلی، ځکه په غزه کې چې هغه څه امریکا غواړي، د هغې سره د شوروي او چین او برېټانیا ځینې نور هیوادونه مخالف دي. ځکه په د ټرمپ وخت کې د غزې په اړه یا د فلسطین د قضیې په اړه یو تړون امضا شو، د ابراهیمي ادیانو د سولې په نامه یا د قرن د معاملې په نامه یو تړون امضا شو. د دغه تړون پر اساس باندې امریکا هڅه کوله چې په منځني ختیځ کې، د خلیج په هیوادونو کې یا په عربي هیوادونو کې نوره جګړه پای ته ورسیږي، نوره جګړه ختمه شي، او د ابراهیمي ادیانو چې یهودیت او عیسویت او اسلام دی، د دوی ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته شي. مګر د غزې مسلې، د حماس وسلوالو یا د حماس مجاهدینو دغه څه چیلنج کړل. امریکا غواړي چې د عرب هیوادونه، د منځني ختیځ هیوادونه د اسرائیلو په محور باندې راټول شي، یا اسرائیل د پولیسی رول ورکړي او د سیمې هیوادونه ورباندې راټول شي. له همدې امله امریکا هڅه کوي، یا امریکا غواړي چې د حماس مسئله نهایی کی. حماس باید د جګړې په ترس کې یا د جګړې په جریان کې باید ختم شي، له منځه ولاړ شي، او په دې سره وکولی شي چې په منځني ختیځ کې کوم بل مقاومت راپورته نه شي یا کوم بل مقاومت وینه. نو دوی د جګړې په دوام ترکیز کوي، دوی جګړې توقف نه غواړي، په داسې حال کې چې د امنیت شورا نور هیوادونه له دغې طرحې سره مخالف. در مورد افغانستان هم چین و روسیه بارها تشویق کرد کشورهای غربی را که تا با افغانستان وارد تعامل شوه، ولی ما شاهد اظهارات مقامات آمریکایی بودیم. اونا گفتن که ما به شرط رعایت حقوق بشر در افغانستان روابط عادی خود را با حکومت حاکم در افغانستان اثر میگیریم. با توجه به این صحبت ها، مشکل اساسی در چی هست؟ چرا در قسمت سازمان ملل نمیتونه نقش آفرینی بکنه؟ زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د حقوق بشر یا هغه ارزښتي مسائل دومره مهم نه دي. امریکا یو لیدلوری لري، امریکا د افغانستان په اړه دغه لیدلوری لري چې د افغانستان جغرافیا د چین او د روسیې په ګټه استفاده نشي، یا چین او روسیه په افغانستان کې دومره مداخله ونه لري چې د چین او د روسیې د هژمونیک قدرت د تقویې سبب وګرځي. په ورته وخت کې امریکا او چین هم دغه نه غواړي چې امریکا بیرته په افغانستان کې دومره دخیله شي لکه په تیرو شلو کلونو کې، یا یو داسې نظام دی چې په نړیوال سیاسي سټیج کې د افغانستان حکومت
د امریکا په لوي وي یا په نړیوالو سیاسي مسایلو کې یا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هغو سیاستونو پیروي وکړي چې هغه د امریکا مسیر دی یا د امریکا خوښه ده. د ملګرو ملتونو سازمان ولی آنچه که ما از زبان مقام های جهان میشنویم اوی است که امارت اسلامی به تعهدات عمل نکرده. دا یو هغه د اختلاف یا د بحث موضوع ده چې آیا کوم طرف د هغه تړونونو څخه چې د امارات او د امریکا او د غرب ترمنځ شوي چا مخالفت کړی دی؟ د بیلګې په توګه چې هم موږ شاهدان یو او هم امارت دغه استدلال کوي، تر نن ورځې پورې دغه اوس چې موږ به تاسو خبرې کوو امریکایي ډرون په افغانستان کې څار کوي او دا د دوحې د تړون خلاف کار دی. همداسې د په افغانستان باندې د مالی شتمنیو کنګل کول دي، د مالی بندیزونو، د بانکي بندیزونو تحمیل کول دي، چې دا طالبان او موږ ټول په دې باندې شاهدان یو چې دا امریکا د دې څخه مخالفت کوي. مګر اسلامي امارت په ځینو خاصو مسایلو کې چې دوی هغه خپل داخلي مسایل بولي، د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو مسله، د ښځو د کار مسله، چې په دې اړه لیدلوري ته فرق کوي. امارت وایي چې ګواکې دا زما داخلي موضوع ده، نړۍ او غرب باید په دې موضوع کې دخالت ونه کړي. مګر نړۍ د اسلامي امارت د رسمیت لپاره ځینې وخت دغه نقطه ایږدي چې ګواکې د ملګرو ملتونو په سازمان کې چې ته غواړې غړیتوب ترلاسه کړې، ته باید د ملګرو ملتونو سازمان هغه اساسي غوښتنې او ارزښتونه ومنې چې په هغې کې یو اساسي ارزښت د ښځو د زده کړو او د کار مسله. تشکر جناب احساسات. مفید صاحب، بیایم در رابطه با کارکردهای سازمان ملل دوباره بحث بکنیم. در کمتر از 3 سال که گذشت سازمان ملل چقدر تانسته در قبال افغانستان نقش بازی بکنه؟ چون ما اخیرا شاهد یک سلسله تلاش ها از سوی سازمان ملل بودیم، حتی آقای اوغلو بحث افغانستان را یک سوی تفاهم عنوان کرد و گفت که مسئله افغانستان و مسئله غرب یک سوی تفاهم است. من میخوایم بدانم چقدر در بود سیاسی چقدر نقش بازی کرده، چقدر تانسته که در شرایط حاضر موفق باشه و موفق عمل بکنه. باید خاطر نشان ساخت که در سازشنامه یا توافقنامه دوحه که از جانب ملل متحد هم تایید شد و از جانب امریکا و امارات در اون وقت گروه طالبان دستینه یا امضا شد، در اون توافقنامه مطالب آمده که باید از جانب هر دو طرف به اجرا گذاشته شود. ما به گونه نمونه مطالبی که در رسانه ها دست کرده از جریان تا سازشنامه و توافقنامه دوحه به خدمت شما عرض میکنم. در سازشنامه و توافقنامه دوحه به صراحت آمده که یک مذاکرات بین الافغانی، ایجاد یک حکومت فراگیر و دولت باید در دولت غیر سیاسی و امور مذهبی به طالبان تعلق میگیره که اینمی بخش از این ماده تا حال در افغانستان عملی نشده. یعنی بعد از اصل اساسی توافقنامه دوحه که اخراج قطعات امریکایی از افغانستان بود و رفتن از اون با کشاراشن در مجموع ناتو، او عملی شد، ولی هیچ بخش دیگه ازی که مربوط به امارات اسلامی طالبان میشد و امارات باید اون انجام میداد، متاسفانه هیچ بخش از او عملی نشد. تلاش های ملل متحد در نشست های مختلفش، در نشست های مجموع عمومی ملل متحد، در نشست های که شورای امنیت ملل متحد بارها مطرح کردن، همون خطوط اساسی فکری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اعلامیه بسلاف در کنوانسیون های مختلف ملل متحد بازتاب شده. درست، ولی اگر بحث مذاکره بین الافغانی را که شما اشاره کردید روش بپردازیم، با کی باید مذاکره صورت می گرفت؟ او زمان آقای غنی فرار را برقرار ترجیح داد و افغانستان را ترک کرد. مثلا امارت اسلامی می آمد با کی مذاکره می کرد؟ توجه کنین در اوجه نامده که حتماً باید با غنی، چون دولت غنی دولت وجود نداشت، با فرار آقای غنی نظام جمهوریت از هم پاشید. مذاکرات نگفته بین جمهوریت و طالبان، مذاکرات بین الافغانی، یعنی ساختارهای سیاسی. ما در افغانستان 5 سازمان سیاسی، حزب سیاسی وجود داره. ما در افغانستان پارلمان داشتیم، ما در افغانستان مجلس سنا داشتیم، ما در افغانستان ساختارهای مختلف شورای ولایتی داشتیم، شورای کمیته اجرا. یعنی هدف اساسی بود که یک نشست که در اوج نمایندگان مردم جمع گروه طالبان بشینند و در مسائل مربوط به افغانستان به توافق برسند و به اصلاح یک حکومت فراگیر همه شمول بسازند. این نمی بخش از این متاسفانه عملی نشد. حتمی نبود که باید غنی باید این مذاکرات سهم بگیره. ببینین در جریان مذاکرات دو حکومت غنی اتومات از مسئله اخراج شده بود.
در افشانامه که اخیراً از جانب خود غنی صورت گرفته، غنی و گروه از این تمام زمینه های بازگشت طالبان و تقویه طالبان فراهم کردن. حتی در این مورد روایت های متعددی وجود داره آقای مفید. ما یک وقفه میگیریم و بعد ادامه صحبت شما رو میداشته باشیم. وقفه کوتاه. ادامه برنامه سار باز هم خوش آمدید. مفید صاحب ادامه حرفتان. با اجازه شما میخواستم یک مطلب خاطر نشان بزنم که من میخوایم دیدگاه های مختلف سیاسی طرفداران یا مخالفین غنی و طالبان را در این مسئله مطرح بسن. من میخوایم یک اشاره کوتاه به کتاب جان کری که سابق وزیر خارجه بود به نام Every Day is Best. در این کتاب خود بسیار به صراحت دو مسئله را خاطر نشان ساخته. یک، حکومت کرزی به خاطر از این که بتانه مخالفین خود را نابود کنه مسئله DDR مطرح کرد و در پی از او سالانه 24 میلیون دلار به خاطر ایجاد تقویه طالبان و انتقال طالبان به شمال مطرح کرد. حکومت غنی در دوره اول و دوم خود، غنی خودش میگه که در دوره اول من میخواستم که حکومت یک دست بسازم و با یک گروه وابسته بسازمش که من زمینه از او فراهم ساختم و خود از او با قمندان ها و افسرهایی که به اصطلاح معتمدی بودند در ولایات مختلف اعزام کرد، شخصا خودی به مزار شریف رفت، قطعات دوستم خل سلا ساخت، قطعات جمعیت اسلامی خل سلا ساخت، طالبان را از جنوب به طرف شمال برد، اولی کار کرد ولسوالی مختلف ولایت بدخشان تحت تاثیر گرفت، بعد در هرات سازماندهی کرد، در رفتن توران اسماعیل سازماندهی کردن و گرفتاری شد و ساختن خود. اینا زمینهایی بود که طالبان را فراهم ساخت غنی و امثال از این. وقتی که در این توافق رو من ذکر شده توافقات بین الافغانی، هدف از اون نه حکومت غنی که خودش وابسته به طالبان بود و زمین های آمدن طالبان فراهم ساخت، بلکه هدف از او ساختارهای مختلف احزاب سیاسی در افغانستان 105 سبسه و راجستر بود و گروه های مختلف سیاسی که داخل کشور بودن، شخصت های سیاسی. هدف هم به هیچ وجه مورای سوخته که امروز مطرح میشه نیست. وقتی که در یک جامعه که 75,000 ماستر و دکتر متخصص وجود دارد در افغانستان و یکی از کشورهای بهترین متخصصین، بهترین کادر، در اینجا دانشمندا و احزاب سیاسی مطرح است که باید این مذاکرات بین الافغانی میامد و یک حکومت فراگیر همشمول و شایسته سالار در افغانستان ایجاد بشه که بدبختانه این بخش نقص شده از جانب امارت اسلامی و ملل متحد و شورای امنیتش و تقریبا تمام کشورهای به اصطلاح هممرز با افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، حتی پاکستان، پافشاری وزیر خارجهش، وزیر داخلش، نماینده مسئول آی سی آی، تمام از اونا پافشاری با حکومت فراگیر همه شمول دارن. چین به این مسئله پافشاری داره، روسیه پافشاری داره. اگر این بخش توافق عملی شوه و رفتن بازگشت دوباره با بارمان در کار و دوشیزگان به مکتب نه مدرسه. تشکر. تشکر آقای مفید. صمدی صاحب، در حال حاضر افغانستان به یک سازمان نیاز داره که نقش میانجیگری را داشته باشه و حداقل بتونه که مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان را در بیرون از افغانستان دنبال بکنه و حتی فاصله هایی که حالا ایجاد شده و فاصله ها را به نوعی کوتاه‌تر بکنه، نشست های را برگزار بکنه که در او نماینده از حکومت حاکم در افغانستان حضور داشته باشه. آیا با توجه به اختلافی که در سازمان ملل، در شورای امنیت سازمان ملل وجود داره، از این سازمان این چنین یک تقاضا را باید داشت یا نه؟ یک انتظار؟ دقیقا ما انتظار میره و یک اتفاقی که خواهد افتاد و از این هیچ امکان نداره که ما یا جامعه افغانستان به دور باشه. من یک موضوع دیگر رو همینجا میخوایم خاطر نشان بسازم که سازمان ملل متحد در مجموع خط سیری را که باید میپیمود و اعتبار بین المللی که داشت آیست آیست داره از دست میده، چنانچه که همکارام اینجا صحبت کردن، گفتن که سازمان ملل متحد از آغاز ایجادش که صورت گرفت به اساس متوافقات بین اتحاد شوروی وقت و امریکا و متحدین هر دو طرف ایجاد شد، به خاطر از اینکه در مسائل بین المللی اینا در بعضی جایان نظرهای مشترک داشته باشن و از طریق این سازمان او را بتانن عملی و پیاده بسازن. و بعد از اینکه جهان یک قطبی میشه، امی سازمان ملل متحد فقط
تمام فرمایشات ایالات متحده امریکا را عملی میکرد و بالای از یک مهر تایید میگذاشت. اعتبار بین المللی خود سازمان ملل متحد داره آیست آیست از دست میده و فکر کنم که بودن سازمان ملل متحد در این شرایط درد از او کشورهایی که در اونجا جنگ و بدبختی روان است دوا نمی کنن. اما موضوع از این که در مورد افغانستان بالاخره یک تصمیم گرفته میشه این دور از حقیقت نیست و بالاخره زمانی که باید این تصمیم گرفته شود کشورها جمع میشن و امی کشورهای ابرقدرت که فعلا جهان را رهبری میکنن و جهان را در حال فعلا جهان دو قطبه شده هر کس به اساس منافع خود، چون که بعد از جنگ دوم جهانی هم حتی اروپا را اینا به اساس منافع خود دمی دو کشور سه کشور بزرگ تقسیم کرد، ایالات متحده امریکا، بریتانیا و روس شوروی. وقت عین گپ فعلا هم شما در آغاز یک صفحه جدید تاریخی بین المللی قرار داریم که کشورها تقسیم میشه، کشورها به اساس منافع امی ابرقدرت ها تقسیم میشه و زمانش میرسه که در مورد افغانستان هم تصمیم گرفته شد. ولی در مورد سازمان ملل اگر آقای صمدی بیشتر من شما پرسان بکنم، اخیرا یک نماینده انتخاب کرد در مورد افغانستان آقای سنرلی اولو، اونا دیدیم که تبتلاش های زیادی هم داشت و حتی سفرهای منطقه‌ای خود را هم آغاز کرد، با کشورهای همسایه دیدار کرد، در مورد افغانستان صدهای خود را داشت و حتی مسئله افغانستان را، من باز هم تکرار میکنم، که بسیار کوچک جلوه داد و گفت یک سوء تفاهم است. نمیتونیم بگوییم که این سازمان هنوز هم همون ارزش بین المللی خود را داره یا به نحوی تلاش میکنه که ارزش را به دست بیاره؟ یک زمان ما شما به یک سازمان، به جامعه، به یک کشور، به یک کالا ارزش قائل میشیم که به او یک ضرورت باشه. در زمان اگر ضرورت به یک کالا وجود نداشته باشه به او ارزش قائل شده نمیتونه. فعلا موضوع افغانستان یا در مورد کشور مثل افغانستان ضرورت بین المللی وجود نداره. با مو دلیل هم هر کس را که تعیین میکنن بر از اونا گفته میشه که نظریات شما اینه یک چیز باید باشه. هیچ وقت نماینده های خاص ملل متحد یا کشورهایی که در مورد یک کشور دیگه تعیین میشه اونا نظریات شخصی نمیتن، اونا نظریات را ابراز میکنن که امو کشور یا سازمان او را تعیین کرده. بناهن نظر شخصی خود معمی است که تا زمانی که دوباره به کشور یا به جغرافیای افغانستان یک ضرورت بین المللی پیدا نشه فکر نکنم کدام تصمیمی هم در مورد گرفته شود. تشکر آقای صمدی. مفید سیب، افغانستان در حال حاضر به سازمان ملل ضرورت داره؟ چون آقای صمدی گفتن که اعتبار بین المللی خود را از دست داده، یا به عبارت دیگر افغانستان در حال حاضر بر سازمان ملل حائز اهمیت هست؟ سخیستاده سب ده خبره موک په څو شکلونو باندې کولای شو یا استدلال کولای شو. هغه ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان نقش څومره اهمیت لري، بل او دوهم ده چې د ملګرو ملتونو سازمان اصلا د چا پالیسۍ مخته وړي. که موږ تاسو وګورو لکه څنګه چې صمدي صاحب وویلې، د ملګرو ملتونو سازمان یا د ملګرو ملتونو د سازمان خاص غړي یا خاص استازي چې افغانستان ته راځي او د افغانستان په اړه گزارشونه نشروي، هغوی د دوی شخصي نظریات نه دي. هغه په لویه کچه د امریکا هغه عمومي لیدلوری دی، او په دوهمه کټګوري کې د ملګرو ملتونو د سازمان هغه لیدلوری دی چې د افغانستان په اړه لري. د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي او د ملګرو ملتونو پالیسي یو شی ده، او هغه ده چې افغانستان یا د افغانستان اسلامي امارت په وړاندې باید تعامل وشي، او تعامل معمولا دوه اړخونه لري، یو د فشار پالیسی ده او بل د تشویق پالیسی ده. که موږ د ملګرو ملتونو د سازمان یا د امریکا
او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې چې کوم نور سازمانونه دي د هغوی د راپورونه مطالعه کړو، هغه ټول راپورونه په همدغه دوو شانو باندې راڅرخي چې هغه فشار او تشویق دی په ځینو امورو کې او په ځینو چارو کې د اسلامي امارت پالیسۍ، د اسلامي امارت سیاستونه، د اسلامي امارت کړنې تاییدوي، وایي چې دا مثبت ګامونه دي. مګر په ورته وخت کې هغه څه چې هغه د نړیوالو ارزښتونو، د نړیوالو نورمونو خلاف دي، په هغې باندې نقد کوي، په هغې باندې انتقاد کوي. حتی دوی په دغه مسایلو کې ایډیولوژیک موارد هم داخلوي. وګورئ، د ملګرو ملتونو سازمان، د ورلډ بینک یا ځینې نور سازمانونه چې دي، هغوی د اسلامي امارت د مالیې پالیسي، مالیاتي پالیسي چې د کیپیټالیزم او د اوسني نړیوال نظم سره تطابق لري، هغه تشویقوي. وایي چې اسلامي امارت ډېر ښه مالیاتي سیستم جوړ کړی دی، له خلکو نه ډېر ښه مالیه راټولوي او په دغه سیستم دوی تاییدوي، ځکه دا د مالیاتو سیستم یا د له خلکو څخه د مالیاتو راټولول د دې نړیوال اوسني نظم چې کپیټالیزم دی د هغې سره تطابق لري. مګر د ځینو نورو برخو کې په اسلامي امارت نقد کوي. د بیلګې په توګه د ښځو د کار په مسله کې اسلامي امارت د ښځو د کار مسله یو ډول ارزښتي مسله بولي. وایي موږ هغه برخې چې هلته نارینه او ښځینه ګډ کار کوي د هغې مخالف یو، مګر موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه یو میکانیزم جوړ کړو چې ښځې او نارینه بیل کار وکړي. همداسې د نجونو د زده کړو مسله ده. نو خبره دغه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان کوم اساسي نقش نشي لوبولی. موږ ګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان یو رسمي هیواد و، په ملګرو ملتونو سازمان کې غړیتوب درلود او ټولې نړۍ تقریبا په رسمیت پیژندل. ولی مفتی صاحب هم یک مورد اشاره کرد، بحث مذاکرات بین الافغانی، دولت همشمول، اینا مواردی بود که مثلا در دوحه روی از او تاکید شد ولی از سوی امارات اسلامی عملی نشد و این باعث میشه که سازمان ملل یا مثلا غرب نتونه که وارد تعامل شوه. په دې اړه مفتی صاحب ته په ډېر احترام وګورئ، هغه وخت چې دغه نړۍ روانېدله نور جمهوریت سقوط شو، جمهوریت ړنګ شو، هم د جمهوریت هغه درې واړه ارګانونه ټول وپاشل. ما همین سوال را از آقای مفید هم پرسیدم ولی آقای مفید گفتن که ای به این معنا نبود که مثلا با آقای غنی مذاکره شوه یا با آقای کرزی مذاکره شوه، یا مثلا در افغانستان مردم بود، نهادهای سیاسی بود، سیاسیون بود، باید بالکل دا خبره صحیح ده. دا خبره دقیقه ده چې اوس هم اسلامي امارات باید له ټولو د افغانستان د ټولو ولسونو سره یو میکانیزم جوړ کړي او خبرې ورسره وکړي. دا مهمه نه ده چې هغه ډول پالیسی یا هغه ډول مذاکرات چې غربي غواړي یا هغه مذاکرات چې د دوحې په تړون کې وو هغه ډول ممکنه نه ده. مګر اوس هم اسلامي امارات دغه در کړی ده او هم حتی منلی ده. د اسلامي امارات اکثریت چارواکي په دې قانې دي چې اوسنی حکومت یوازې زموږ حکومت دی، په دې کې سیاسون، په دو کې تخنیکي کسان، په دو کې د ټولنې خلک، ولسی کسان ګډون نه لري، او یو میکانیزم باید جوړ شي چې وکولی شي د ټولنې د ټولو اقشارو د ټولو برخو څخه حکومت په راس کې، د حکومت په مختلفو سیاسي څوکیو او موقفونو ته داسې کسان راشي چې هغه د ټولو خلکو څخه استازیتوب وکړي. تشکر آقای احساس، سپاسګزار. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. مفید صاحب، دو دیدگاه وجود دارد در مورد سازمان ملل. دیدگاه اولی که آقای صمدی گفتن اعتبار بین المللی خود را این سازمان از دست داده و دیگر تا زمانی که یک مورد کلان رخ نده در مورد افغانستان تصمیم نمیگیره، و آقای احساس میگن نه، سازمان ملل هنوز هم مفید است برای افغانستان و حتی روی کردهای امارت اسلامی را تایید میکنه و به نحوی لابی میکنه یا قبول داره حکومت فعلی در افغانستان را. ما میخوایم بدانیم که آیا راه حل افغانستان، این سازمان میتونه این راه حل را بالاخره تقدیم حکومت فعلی بکنه یا نه راه حل دیگری وجود داره که باید خود امارات اسلامی دست به کار شود. میخوایم از زمان شما بشنویم. ما خدمت یاد میکنم که سازمان ملل متحد یک ارگان اجرایی نیست، یک ارگان سیاسی بین المللی و جهانی است. در اینجا نماینده های مختلف کشورهای مختلف هستند و وظیفه اساسی از او چی است؟ مثل که در یک کشور دولت ها مجبور و مکلف به تدبیق قانون هستند
وظیفه دولت های به اصطلاح یاد قانون و تطبیق قانون در جامعه است، نه کدام چیز دیگه. شورای امنیت ملل متحد هم وظیفه از او اونمی اعلامی جهانی حقوق بشر است و کنوانسیون های ملل متحد است که اونا رو باید در جامعه نظارت و تحقق ببخشه. ملل متحد شورای امنیتش اگر ما دیده بدیده بگریم در دو مورد تصمیم بسیار جدی گرفتن، یکی در مسئله عراق و یکی در مسئله افغانستان که ورجوی به پیشنهاد ایالات متحده امریکا بود. اما به هم حال چنین تصمیم فکر میکنم که از ارگان اجرایی ملل متحد بدور است. ملل متحد با اعلامه های خود، با نشرات خود، با موضع‌گیری های خود مسائل سیاسی را در کشورهای جهان نظارت میکنه و رای حلش مطرح میسازه. چنانچه که در مورد افغانستان شما پیشتر فرمودین که فریدون اوغلو تره به نام نقشه رای افغانستان مطرح ساخت و در اونجا تقریبا 10 فقره را گنجانید که باید رای حل مسائل مربوط به افغانستان در او بدیده نگرسته میشه. ولی این طرح از طرف فعالین حقوق زن مورد انتقاد هم قرار گرفت. بله بدون شک در اون مسائل مطرح شده بود که قرار گرفت. مثلا امی دیدگاه خانم هیدر بار مسئول بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر که در افغانستان است با کاملا موضع‌گیری مشخص در این مورد داشت و تاکید هم کرد که در افغانستان مسائل حقوق زنان باید به دیده نگریسته شود. کاملا با شما موافق بجانب هستم. اما در مسائل ابعاد مختلف سیاسی دولت فراگیر، ایجاد حکومت فراگیر، مسئله کار بازگشت زنان، مسئله آموزش دوشیزگان، اینا رو در این اعلام در این نقشه را مطرح شده. خب این مسئله موضع‌گیری ملل متحد است. موضوع گیری دوم ملل متحد در افغانستان همی است که کمک های خدا گفته بعد طور قطع در افغانستان ادامه می توانید، شما شاهد هستین. حتی موضوع گیری ایالات متحده امریکا هم در این مورد این گون با این است. چند روز پیش خانم کاری جان پیا سخنگوی قصر سفید ایالات متحده امریکا اعلام کرد که علی رغم مسائل مطرح حقوق بشر، مسائل ایجاد فراگیر و مسائلی که در افغانستان ما مطرح داریم و جانب طالبان عملی نمیشن، ما با آن هم کمک های خود به مردم افغانستان ادامه میدیم. گپ عادی نیست. این جهان و ملل متحد نمیتونن که در مورد افغانستان از جز مثلا به طور مثال با اعلامیه است به رسمیت نشناختنش. چیزی که ملل متحد به اساس اعلامیه که اتریش و ویاناست در روی مسائل سیاسی مطرح شده، در کنوانسیون سیاسی مطرح است که یک کشور در حالت به رسمیت شناخته میشه که اعلامی جهانی حقوق بشر در کشور خود تامین کنه. اینا اگر یک کشور دیگه تامین نمیکنه ملل متحد کوشش برش نمیتونه، اینو میره میتونه کنه. کشورهای جهان هم منتظر ملل متحد است که افغانستان مناسبات سیاسی، نه تعاملات سیاسی، مناسبات سیاسی با افغانستان نمیگیرن. افغانستان تجدید شده، ملت و مردم افغانستان منافعشان در جهان تقریبا در حالت تجدید و دوری قرار داره. این دشواری هایی است که نقش ملل متحد در افغانستان است و مردم افغانستان. لطف شما. تشکر مفید صاحب. صمد صاحب، راه حل از دیدگاه شما، چون ما میبینیم که در 3 سال گذشته بحث اقتصادی و نحوی حل شده است، کمک های هفتوار و ماهوار سازمان ملل را ما میبینیم در افغانستان، ولی در قسمت سیاسی حکومت فعلی با مشکل برخورده، هیچ کشوری تو هنوز گام بر نداشته به خاطر شناسایی حکومت حاکم در افغانستان. بیاین به یک حقیقت دیگه پای ببریم و دوستارا ما خدمتشون به عرض میرسانم که حکومت عبی چرا امریکا با طالبا به موافقه رسید که اینا بالای قدرت بیاین در افغانستان، قدرت سیاسی نه بلکه قدرت نظامی. دلیل همی بود تا جایی که آقای مفید هم صحبت های مفید داشتن و آقای ساس هم صحبت کردن، دولت اشرف غنی با حضور یک تعداد جنگ سالارا و کسایی که نمیگذاشتن حکومت جمهوریت به صورت درست کار کنن و همه در مورد مسائل و منافع شخصی خود عمل میکردن، اقدام میکردن، و ایالات متحده امریکا چون شدیداً دخیل در مسائل افغانستان بود، از پرداخت پول به این
جنگ سالاران خسته شده بودند، از ناز و نزاکت از این جنگ سالاران خسته شده بودند، مردم افغانستان از اینا خسته شده بود. حتی آقای کرزی و دکتر عبدالله که این فعلا هم در کابل هستند، اینا هم یکی از موانع بسیار بزرگ در برای پیروزی جمهوریت در افغانستان بودند. یعنی ایالات متحده امریکا و متحدین غربیشان به این فیصله رسیدند که چهره های اصلی ایرمی افراد اشخاص را که در افغانستان در جزایر خرد و بزرگ سیاسی و نظامی قدرت داشتند نشان داد و اینا یک تعدادشان توانستن وقت برشان پیدا شد، شرایط مساعد شد از افغانستان فرار بکنن و یک تعدادشان که فعلا هم در افغانستان خانه قید یا زندانی خانگی هستن به سر میبرن. بنابراین آوردن طالبا یکی از دلایل همی بود که چهره های اینمی جنگ سالارا را به مردم نشان بدن و از اینا را از سیاست و از صحنه افغانستان به دور بسازن. و در ضمن آوازه های وجود داشت در زمان جمهوریت که طالبا تغییر کرده، طالبا و طالبای دوره اول نیست. در عین زمان خواستن که امید طالبا را هم به مردم افغانستان و به جامعه بین المللی و اوتیداد از کشورهایی که می گفتن که طالبا دیگر ارج میگذاره به حقوق زن و دیگر او حالات را که در دور اول داشتن نیست، ایران به نمایش گذاشتن. بنابراین تصمیم نهایی زمان آله. یک موضوع دیگر ما میخوایم که پرسان کنم، بدون اجازه ایالات متحده امریکا و متحدین غربی از او، آیا ای امکان داره که هفتوار 41 میلیون دلار به افغانستان کمک شود؟ نه خیر، این 41 میلیون دلار دلیلش ای است که اینا افغانستان در مورد گذاشته یاد کردیم، کماکان مردم افغانستان میدونه که در گذاشته چه اتفاقات رخ داد در همین 20 سال گذاشته، ولی ما میخوایم همین راه حل را بدانیم. مردم افغانستان هنوز نمیدونه که راه حل افغانستان چی هست، چی باید کرد. آیا امارات اسلامی میتونه که از وضعیت مردم را نجات بده یا سازمان ملل یا نهادهای دیگر؟ به نظر ما زمان آن خواهد رسید که یک تصمیم نهایی بین المللی در مورد افغانستان کشورهای ابرقدرت بگیره. به این معنا که اینا یک تصمیم خواهد گرفتن تا طالبا از قدرت پس شوه. و یک موضوع دیگر رو ما میخواییم که به عرض برسانم. ما امیدوار هستم که از صحبتهای ما دوستا خفه نشن. امی کمک های که زیر نام سازمان ملل متحد به افغانستان داده میشه، اینمی خودش یگاله فشار برای طالبا هست. هر زمانی که اینمی کمک ها از طرف سازمان ملل متحد و یا امریکا قطع شوه، طالبا دیگر از نگاه مالی نمیتونن که سلطه سیاسی و نظامی داشته باشن. بنان زمانش خواهد رسید که طالبا از قدرت سیاسی و نظامی پس شوند و یک حکومت موقت در افغانستان مثل که در دور اول طالبای اتفاق افتاد سازماندهی شوه و مردم افغانستان دوباره به زندگی عادی خود برگردن. اما این زمان صورت میگیره، این زمان صورت میگیره که موضوع افغانستان دوباره برای میز مذاکره قرار بده. تشکر آقای صمدی. آقای احساس، اگر کوتاه اشاره بکنین که آیا مسئله افغانستان به بنبست برخورده و راه حل سیاسی نداره؟ ولی نه، سیاسی حل لار لري. خپل د هر حکومت مسئول دی چې مشکلات د حل لار پیدا کړي. موږ حل لار پیدا کولای شو. اول دا چې په نړیوالو سازمانونو اتکانه ده پکار، ځکه په نړیوال سازمانونو د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو سیاستونه پلي کوي او معمولا د هغې په پالیسۍ په چوکاټ کې مخته ځي. خپل اسلامي امارت باید د یوه پیاوړي د یوه ځواکمن حکومت لپاره کار وکړي. هغه دا ده چې قوي اقتصادي او دولتي بنسټونه جوړ کړي. بنسټونه تور شته دي، مګر دغه باید تقویه کړي تر څو وکولی شي چې په لنډ وخت کې په دریو پنځو لسو کلونو کې افغانستان د اقتصادي لحاظه په پښو ودرېږي او د نړیوالو له احتیاجۍ او له فشارونو څخه خلاص شي. دا یوازینۍ لاره ده چې کولی شي اسلامي امارت د یوه صحیح مسیر خواته بوځي. تشکر آقای احساس، آقای صمدی، آقای مفید که در برنامه حضور پیدا کردن و ممنون از شما که بیننده برنامه سار بودید. سار در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.